خیلی ممنونم. آقای دکتر، نخستین پرسش من این است که اخیراً آقای احمد توکلی وزیر کار دوران اولیه انقلاب و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطلبی به این مضمون گفت که نظام اسلامی با حمله خارجی یا کودتا سرنگون نمی شود، ولی به دست این فساد سیستمی که اکنون وجود دارد سرنگون می شود. نگرانی این آقایان از چیست آقای دکتر؟ جناب مرگ عزیز، ببینید این نقل قول رو از جوزف شومپیتر بکنم که ایشون در مورد حکومت اتحاد شوروی این رو نقل میکنه. میگه اتحاد شوروی به دست پیروزی خود شکست خورد. در این سخن معنای بزرگی نهفته است که در واقع شما دهه 1930 به بعد رو بگیرید، در درون نظام اتحاد شوروی هیچ مخالفی نفس نمیکشه، وجود نداره. اتفاقا درست همزمان با فقدان اپوزیسیون در اتحاد شوروی، قدرت پلیس مخفی هر روز افسوده میشه، جنایت‌های استالین هر روز گسترده‌تر میشه و خشونت تشدید میشه. یعنی در غیاب اپوزیسیون دیگه توجیهی نداره. البته دروغ میسازند، دشمن فرضی ابداع و اختراع میکنند، ولی در واقع که امروزی که تمام اطلاعات در دست هست، در واقع هیچ اپوزیسیونی برای استالین و حکومت شوراها باقی نمونده. همزمان پلیس مخفی قدرت گرفته، شکنجه ها، تبعید ها، کشت و کشتار های میلیونی که در نهایت از 30 میلیون نفر تجاوز کرد ادامه داره. و سخن بر سر این است که چرا چنین می شود. ببینید، اگر اپوزیسیونی می بود می شد گفت که خب، یعنی دستگاه می دونست مدعی باشه که ما نتونستیم نظام مطلوب و آرمانی خودمون رو اجرا کنیم برای اینکه اینا نذاشتند. در حالی که چنین نیست، اونا توانستند، موفق شدند، تمام اپوزیسیون را از میان بردند. آن چیزی که از دل اون نظام جوشید، ماهیت و ذات خون اون نظامی بود که بر اون پایه ها استوار می شد. این سخن رو تقریبا بدون هیچ تغییر می شود در مورد جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که جمهوری اسلامی از پل پیروزی به شکست مطلق رسیده. پیروزی از این که هیچ اپوزیسیونی رو در درون تحمل نکرد، از بین برد، از طریق بدنام کردن، از طریق رسوا کردن، زندانی کردن، قتل عام کردن، اپوزیسیون درونی رو که به طور مشخص پرچمدار مخالفت باشن از میان برد و در نتیجه نظام مطلوب خودش رو ساخت. این نظام مطلوب که امروز بعد از قریب 40 سال نمی شود گفت که نه، هنوز به اونجا نرسیدیم، چون سوسیالیسم هم میشه یه ادعای دیگر داشت و اون این که هنوز به جامعه بی طبقه مورد نظر نرسیدیم، هنوز به مرحله کمونیسم نرسیدیم. قدم به قدم این رو عنوان میکردن که از سوسیالیسم به حکومت همه خلقی رسیدیم و به اونجا هنوز فاصله داریم. جمهوری اسلامی اخیراً البته از این بیانات ایشون هم تکرار میکنن، میگویند، یعنی به صورت گفتن که اول انقلاب بود، بعد از آن دولت اسلامی پدید آوردیم، ولی اکنون باید به سوی تمدن اسلامی حرکت بکنیم. یعنی هنوز در حال حرکتیم و این انقلاب ادامه داره. ولی ملاحظه بفرمایید، پایه های فکری که در اسلام سیاسی عنوان شد به نظامی فرا رویده که در اون نظام فساد سیستمی است، یعنی در ساختار نظام جزو ذات سیستم شده. این فساد از بالا، از رأس همه رو گرفته، همه دستگاه حاکمه رو گرفته،
تا به پایین ترین لایه هاش برسید. در پایین ترین لایه ها از رشوه های کوچک شما شروع میکنید و از تقلب های کوچک شروع میکنید تا به در بالا صحبت های ده ها میلیارد دلاری مطرحه. و این رو بارها آقای توکلی و دیگران گفتن که این فساد در ایران فساد سیستمی است. یعنی اینطوری نیست که 4 نفر آدم 40 نفر آدم تقلب میکنن، دزدی میکنن، نه، در ساختار این نظام وجود داره. از این نظر تمیز کردن این هم امری بسیار مشکل، برای اینکه با وجود خود این سیستم ملازمه داره. یعنی به قول حافظ باید گفت تو خود حجاب خودی حافظ، از میون برخیز. یعنی هر گونه دست زدن به این سیستم فاسد کل نظام رو متلاشی میکنه. در این زمینه اخیراً عرض کنم مقاله دیدم از آقای مهندس شریح مداری که این در واقع نشون داده است که این فسادها امور عارضی نیستند، بلکه در نحوه حکومت، در تعریف حکومت اسلامی اینها وجود دارند. ببینید فساد نه فقط در اجرای قانونه، فساد در خود قانون هم هست. خود قانون فاسده. وقتی خود قانون تعریف دزدی را چنین میکند که شما اگر یکی یه تیکه نون دزدی دستش ببرید و اگر میلیون ها و میلیارد ها از ثروت مردم رو از طریق دولت دزدید دست او بریده نمیشه و این دزدی نیست، یعنی در قانونش هم میگوید که آن دزدی که به شخصیت حقیقی تعلق داره دزدی محسوب نمیشه. ولی زمین فرمایید این تمام اصول دانسته ها معارف خود رو بالا آورده، پیاده کرده، نتیجهش این نظامی که وجود داره. در اون نظامی که شما از عدالت خبر ندارید، یک دستگاه قضایی سر تا پا فاسد بر اون نظام حاکمه، اگر قاضی با شرفی باقی مونده دهانش دوخته است، قضاتی که مورد ارجای این آقایون قرار میگیرن قضات خودی هستند که آمادن مثل شورای قاضی حکم همه چیز رو صادر کنند، این دستگاه قضاییشه. شما زمینه ای رو نمیشناسید که در اونجا دزدی و چپاول انجام نگیره و این دزدی و چپاول فقط در امور اقتصادی و مالی نیست، بزرگترینش در امور سیاسی است. یعنی شما روز روشن انتخابات چند ده میلیونی مردم رو مصادره میکنید، تو روی مردم دروغ میگید، در نتیجه ملاحظه بفرمایید با این سیستم افرادی که گماشته میشن و مورد اعتماد نظام هستند، هر روز شما احساس میکنید اینها تدنی پیدا میکنند، دنیتر میشن، پایینتر میرن. امروز در اون کشور شما آدم مؤدب معقول با فهم و با فرهنگ اینها رو در عزلت میبینید، دهان بسته میبینید، در حالی که در اون مملکت متجاوز از 70,000 مداح و نوه خان قدرت ها رو، مجال ها رو به دست گرفتن، با دقیقه چند ده هزار تومن برای بازار، برای مردم نوحه و متن میسازن. قدرت اینا آنچنان است که میتونن در سکوهای عمومی حضور پیدا بکنن، به رئیس جمهور که خودشون میگوین رئیس جمهور منتخب مردم، به او دشنام بدن، ناسزا بدن، افترا بزنن، اتهام جاسوسی بزنن و در امن و امان بگردن و هیچ کدوم رو مؤاخذه قرار نگیرن. پس ملاحظه بفرمایید چنین فسادی البته ذات نظام رو در چشم مردم کاملا بی اعتبار میکنه و طبیعی است که در اولین فرصتی به دست مردم هست که سرنگون میشه. این چیزی است که آقای توکلی میگن. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر منصور عزیز. آقای ظریف در یک مصاحبه با فرید زکریا با اشاره به نظر دانشگاه مریلند، از سنجی دانشگاه مریلند، از کاهش اعتبار آمریکا نزد مردم ایران سخن گفت، از دخالت ایران در فجایع سوریه دفاع کرد و دستگیری ایرانیان دو ملیتی را با تأکید بر استقلال قوه قضاییه
توضیح داد. آقای دکتر شما این مصاحبه رو دیدین؟ دیدم جناب آقای موری. دیدم بله. ملاحظه بفرمایید آقای دولت آقای روحانی وقتی سرکار اومد چون به دنبال دولت احمدی نژاد بود، در نتیجه اعلام کرد که دولتی است که دروغ نخواهد گفت. من همون روزها مقاله‌ای نوشتم عرض کنم و گفتم که چه چیزهایی رو از این بیان میشود پذیرفت و چه چیزهایی رو نمیشود پذیرفت. مثلا گفتم که دروغ‌های سیستمی رو، دروغ‌هایی که مال خود نظامه، هیچ رئیس جمهور جمهوری اسلامی نمیتواند اینا رو تصحیح کنه. یعنی مثلا وقتی میگویند 9 دی یوم الله هست، یعنی روز ساندیسخورها رو در برابر چشم مردم روز خدا اعلام میکنند، خب هیچ رئیس جمهوری نمیتونه این خلافش بگه. چرا؟ برای اینکه رأس نظام آن روز رو یوم الله خونده. در نتیجه علاوه بر این ردیف های پایین تری هم از دروغ رو در همون نفس آقای روحانی اعلام کردن. یعنی مثلا تورم موجود رو 43% اعلام کردن، درست بود، در حالی که آقای احمدی نژاد مدعی 6% تورم بود. ایشون 43.5% اعلام کردن، درست بود، ولی بیکاری رو همون رقم ایشون رو اعلام کردن، یعنی حدود 12%، 13%، که دروغ بود. این از اون دروغ‌هایی است که در خود نظامه و ایشون هم نمیتونه انکار بکنه و بعد از اونم به همون ردیف ادامه دادن. این در دولت ایشون خب از این دروغ‌ها گفته میشه، آقای روحانی خودشون هم از این دروغ‌ها میگن، ولی در واقع آقای ظریف به نظر من شباهت زیادی دارند ایشون به آقای ریبانتروف وزیر خارجه هیتلر، که خودش میدونست در درون آدم سوزی میکنند، آدمهای علیل رو، بیماران روانی رو میسوزونند. اینو میدونست، این کسی نبود که ندونه، ولی ایشون که در واقع یک دلال شامپاین بود خودش، با او خوش زبانی ها در انگلستان به سفارت میومد و میخواست انگلستان رو قانع کنه که دولت هیتلر دولت متمدن نیست و کشور رو داره به صورت عادی شدن سیر میده. در نتیجه با این سخنان خوش و تمیز چهره این نظام آقای هیتلر رو میاراست. به این ترتیب آقای ظریف در این زمینه دست کم نداره و مرتب مایه میگذاره. در این مصاحبه‌ای که با آقای فرید زکریا انجام دادند، عرض کنم تمام چیز به اصطلاح کوریوگرافی شده، یعنی تئاترال تعریف شده. ایشون در اونجا نشستن با لبخندهایی که مرتب به جا و بی جا مرتب تحویل میدادن، دروغ‌های بزرگ رو ادا کردن. عرض بکنم ایشون گفتن که دانشگاه مریلند که از خود شماست، یعنی خودش خود آمریکایی درست کردن، در اونجا چنین نظرسنجی انجام گرفته و گفته است که بعد از برجام اعتماد مردم نسبت به آمریکا کم شد، برای اینکه آمریکا از اجرای تعهدات خودش کوتاهی کرده است. این در واقع تمیز که ولایت فقیه تکرار میکنه، مرتب میگوید که با آمریکا نمیشود اعتماد کرد، مرتب میخواهم به تکرار قضیه از آمریکا باج بگیرند. همین دیروز وزارت خزانه‌داری آمریکا قدم دیگری در تامین نظرات جمهوری اسلامی برداشت و اعلام کرد که ما کشورهای تیر، کشورهای ثالث رو از این معاف میکنیم از اینکه بتوانند با ایران معاملات دلاری بکنند. یعنی دریچه ای رو به روی دنیای دلار برای ایرانی ها باز کرد، پولای ایران رو تحویل داد. همانطور که نظام نمیخواست اعلام بشه و چه مقدار پول داده شد، دولت آقای اوباما سکوت کرد و با ضد و نقیزگویی قضیه رو در حاله ابهام برد. یعنی اولیشو گفت 150 میلیارد دلار به ایران تحویل میدیم، بعد از اون از زبان وقتی با مخالفت کنگره روبرو شد
از زبان آقای کری 110 میلیارد دلار اعلام کرد، بعد خودشون 50 میلیارد دلار اعلام کردن، بعد معلوم نشد بالاخره چی بود، تحویل داده شد نشد، به چه وسیله، در نتیجه مبهم مونده. فقط رقمی که اعلام شد یکی دو تا رقم کوچولو نظیر 1 میلیارد و 300 میلیون دلار و بعدم رقمی چند صد 700 میلیون دلاری معادل دلاری با ارزهای دیگر در چمدون به ایران دادن، اینا رو اعلام کرد. عرض بکنم دانشگاه مریلند، فقط سابقه رو خدمتتون بگم، آقای دکتر رضا تقی‌زاده در ماه آوریل همین سال مقاله بسیار پر و آموزنده‌ای نوشتند قبل از آن که آقای ظریف به سخنرانی بشینند، و اونجا مستند نشون دادند که این نظرسنجی دانشگاه مریلند رو جمهوری اسلامی پولش داده، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نتیجه رو نوشته، از دست عرض کنم کسانی در اونجا نظیر آقای سیون کال و آقای ابراهیم محسنی چراغلو و کسان دیگر در اونجا پختن، به صورت نظرسنجی در آوردن و این رو اعلام کردن، و بعد در سایت خلیج 2000 که سایت مخصوص دفاع از جمهوری اسلامی، از حزب الله، از حکومت بشار اسد، در اونجا منتشر کرد. در نتیجه در اونجا شما مطالب بسیار زیادی میبینید، ولی مهم این است که چند ماهی پیش از آنی که جمهوری اسلامی به این نظرسنجی استناد بکند، آقای دکتری زاده نشون داده بودن که این نظرسنجی رو خود جمهوری اسلامی ایران نوشته، تدوین کرده، در اختیار اونها گذاشته و البته پول کلانی به این دانشگاه ها میپردازن، و خیلی از دانشگاه و این تنها دانشگاه نیست، میدونیم که اونا نیاز به پول دارن برای پروژه های به اصطلاح تحقیقی، پول میدن، تحقیق مورد نظر خودشون از اون میخوان، این نظرهای خودشون رو هم از کردن برای اونا میفروشن. این از اون نظرهامون. برگردم به نکات دیگری که در اون مصاحبه ایشون فرمودند. ایشون از عرض کنم از مقوله سوریه دفاع کردن و گفتن که ما آماده گفتگو هستیم با طرفهای درگیر، ما در واقع دولت قانونی سوریه رو به رسمیت میشناسیم، از اون دفاع میکنیم، در نتیجه مخالفین اگر مخالفین معقولی باشن ما میتونیم هر لحظه سر میز بشینیم مذاکره کنیم. ملاحظه بفرمایید، شما این رو در داخل ایران هم میبینید، در همین عزاداری تاسوعا در ویدیوهایی که مخابره شده در دنیا میبینید که در میدان ورزشی نوح خانه مدداهان میخواهن این مردم رو به گفتن لبیک یا حسین برانگیزونند قبل از انجام مصاحبه، و صحنه جالبی است نرم لزبه، این مردم رغبت این به این بازی ها ندارن ولی اونا به صورت رسمی رو تحمیل میکنن. عرض کنم ماجرای سوریه در این دنیایی که ما هستیم، خب اطلاعات آزاد جریان داره، کشته ها محتاطانه ترین رقم از رقم 400 هزار نفر بالا رفته، بیپناهان اونایی که خانهشون سرشون ویران شده، اعضای خانوادشون کشته شدند، اینا تعدادشون از چند میلیون فرار رفته، مهاجرینی که اکنون در دنیا هیچ جا پذیرفته نمیشن، سرگردان موندن، از تعداد 4 میلیون بالا رفته. یکی از جنایت ها علیه بشریت که در اونجا با پول جمهوری اسلامی ایران، حتی بمبی که روسا میندازن پولش از ایران میگیرن، با پول جمهوری اسلامی ایران در اونجا ما در این جنایت متاسفانه دولتمون سهیم شده. به این ترتیب دفاع کردن از این با هیچ عنوان بهانه‌ای پذیرفته نیست، در جایی که هیچ گونه اطلاعی داده نمی شود، در داخل ایران فریاد یا حلب یا حلب بلند می کنند. من نمی دانم از این حلبی که امروز جز ویرانه وحشتناکی باقی نمونده و باقی ماندن هم روسا مصمم هستند که با بمباران نابود بکنند،
این کجاش دیدن داره و مردم رو به خاطر اون به سینه زنی میکشونن. اما در مورد دستگیری دو ملیتی ها در این زمینه هم دوگانگی در داخل، یعنی ببینید دولت تبلیغ میکند که ایرانیان خارج کشور بیان در ایران سرمایه گذاری کنن. کسانی که میرن اونجا برخی هاشون دستگیر میشن. دولت در اینجا مسئولیت نداره. به جای مسئولیت که بگه آقا من مبلغ این نظامم، من اینها رو به خارج میکشونم، من نمود تغییر در ایران رو نمایش میدم به اینا، نه، اونجا که میاد گفته میشه بعد دستگاه قضایی ایران مستقل است، مستقل است، هیچ گفته نمیشه. در اینجا خبرنگار با شرف در هر زمینه با سوال بکنه، مگر اینکه خود ایشون هم نمکگیر شده باشه، من نمیدونم، آقای فرید زکریا نمیگوید در این زمینه که مستقل از کیست این دستگاه قضایی. دستگاه قضایی که رسما اقرار میکند، ادعا میکند که ما تابع نظریات رهبری هستیم، یعنی مسئله قضاوت نیست، نظر ما، هدف ما تامین نظر رهبری است. خب در چنین نظام دم از استقلال قوه قضاییه زدن مضحکترین چیزه و آقای ریبنتروف ایران این ادعا رو میکنه. از این نظر یکم مصاحبه های جالب و عبرت انگیزی بود که دیدم. بله خیلی ممنون، خیلی ممنون جناب آقای دکتر منصور. آقای دکتر منصور، چنین به نظر میاد که دولت آقای روحانی در حال اجرای هیچ رفرمی نیست برخلاف وعده‌هاش، علی‌رغم ضرورت عاجل اقدامات اصلاحی و برخورد با مسائلی که خودی‌هایی همچون احمد توکلی را هم نگران می‌کند. این بی‌عملی دولت تدبیر و امید رو چگونه می‌توان دریافت؟ بله عرض بکنم که دولت تدبیر و امید قربون این تفاوت مثبت رو با دولت سابق داره که دورورش کارشناسانی حضور دارند که مسائل ایران رو میفهمند، اقتصاددانانی حضور دارند که در طرح برنامه ها با کمال احتیاط ها نشان میدهند که مسائل اقتصادی ایران رو متوجه هستند. ولی صحبت بر سر این است که اینا چه کاره هستن؟ اینا هیچ کاره، اینا مشاوره تحویل دولت میدن، حتی سمینارهای بزرگی در حد 2000 نفر حاضرین تشکیل میدن، نظریاتشون تدوین میکنن، در اختیار دولت و افکار عمومی میگذرن. ولی دولت چه کار میتونه بکنه؟ دولت خاطرتونه بعد از اجرای برجام رئیس دولت اعلام کرد از برجام 2 و برجام 3 سخن گفت. بلافاصله رهبر تو دهان دولت زدن و گفتن که خیال برجام 2 و 3 رو از مخیلتون بیرون کنید، چنین چیزی وجود نداره. منظور چه بود؟ ببینید در برجام 1 نوع تفاهم در سطح رهبری کشور با دولتیان حدید اومده بود، یعنی رهبری با نظر دولتیان در این زمینه کنار اومده بود که باید کاری کرد که مشکل برنامه هسته ایران که به قول احمدی نژاد به آخر خط رسیده بود این حل بشه. در نتیجه مذاکرات رو قبل از دولت روحانی شروع کرده بودند. دولت روحانی و ظریف در این زمینه بازیگرانی بودند که این رو به نتیجه رسوندند. خب مراد دولت این بود که از برجام 2 که چنین تفاهمی، چنین همرأیی، چنین آشتی کنانی باید در داخل کشور هم با مردم پدید بیاد، در نتیجه رأس نظام باید با مردم آشتی کنه. اگر چنین نشه مسائل سیستمی و ساختاری در اقتصاد ایران حل نخواهد شد. عرض کنم وقتی ایشون اون برنامه اصلاحی اولیه رو دادن، من مقاله‌ای در اون زمینه نوشتم
و اونجا به چیزی که به نظرم به کمبودهای اون برنامه بود اشاره کردم. از جمله این کمبودی که به نظرم میرسید اشاره مستقیم و تعریف موانع ساختاری جمهوری اسلامی بود که اگر اون ساختارها دگرگون نشوند اقتصاد ایران را نمیفته. بلازه بفرمید به صورت خیلی کوتاه عرض بکنم مسئله رو، که وقتی شما تورم دارید در اونجا اگر گردش پول رو اندکی کم کنید، نقدینگی رو کاهش بدید، کار بانک مرکزی است، تورم افت میکنه. ولی افت کردن تورم بیکاری رو هم اضافه میکنه، در نتیجه رکود میآفرید. اگر مشکل شما رکود باشه، گردش پول و نقدینگی رو فزونی میبخشید از طریق بانک مرکزی، این رکود رو کم میکنه، اشتغال رو بیشتر میکنه، ولی تورم میآفرید. ملزم میفرمید پس رکود یا تورم در برابر همدیگر عمل میکنن. رکود تورم رو میکشه، تورم رکود رو میکشه. ولی وقتی بیماری اقتصاد مملکت رکود تورمی باشه، یعنی رکود و تورم توأمان وجود دارن، یکی درمان دیگری نیست، یکی سم دیگری نیست، یکی تریاق دیگری نیست، در اینجا چکار باید کرد؟ این بیماری تا حدودی جدیده، یعنی در دهه 70 پدید اومد در اروپا و آمریکا. در اواخر دهه 70 اقتصاددانان کشف کردن که موضوع چیست و این مشکلات رو اونجا نشون دادن، که مشکلات انگلستان دوره ساچر و قبل از او، یا آمریکا یا آقای ریگان و پیش از او، اینا مشکلات ساختاری است نه مشکلات نظام پولی. در جواب بازی کردن با نظام پولی نمی شود این بیماری رو درمان کرد. راه چاره چه بود؟ راه چاره تغییر ساختارها بود، یعنی جراحی ساختاری. کارهای مشکل تری است از بازی کردن با سیاست پولی. خب در ایران مشکل چیه؟ در ایران ما بازاری که در برابر انگیزه های بازاری سود، هزینه، زیان عکس العمل نشون بده نداریم. اینا از کار افتادن، یعنی مثل بیماری میمونه که مغزش پاسخ نمیده در برابر تکانه هایی که دریافت میکنه. وقتی مغز پاسخ نده، بدن دچار سکته مغزی میشه. در نتیجه وقتی شما مکانیزم بازار رو از میان بردید، قیمت ها رو نمیگذارید خودشون تشکیل بشوند در بازار، همه دستکاری شده است، نرخ سود بانکی رو دولت دیکته میکند، نه اینکه در بازار پدید بیاد. وقتی در بازار پدید میاد، اینها پشتشون نیروهای واقعی عرضه و تقاضا وجود دارن و عمل میکنن. ما از اونجا میگیریم بر مبنای این اطلاعات بسیار ارزنده که ثمره ده ها میلیون کنش و واکنش، داد و ستد در اقتصاد کشور هست، این نشانه ها رو میگیریم، روشون عمل میکنیم. ولی وقتی همه اینا تصنعی شد، یا ساختارهای شما به جای بازار رقابتی و زنده و چالاک تبدیل شد به بازارهای مافیایی و انحصاری، در اونجا ملاحظه بفرمایید انحصار به کمبود تقاضا واکنش نمیکنه. چرا؟ هر چی که بخرن از این انحصار باید بخرن، در دست اوست. در اینجا اگر تقاضا کم شد، قیمتشو پایین نمیاره، همینطوری بالا نگر میداره. در حالی در بازار رقابتی اگر تقاضا کم شد، قیمت ها افت میکنه. پس ملاحظه میکنید وجود و فقدان قیمت های واقعی چه تاثیرهایی داره. همینطور در زمینه نرخ بهره که قضیه فوق العاده حساسه، شما به تاریخ بانکداری ایران نگاه بکنید، در اینجا از وقتی جمهوری اسلامی اومد ایران سر کار اومده، در اونجا نرخ بهره ها همه تصنعی و دستوری است. در نتیجه در اینجا چگونه باید اصلاح کرد؟ اصلاح از تغییر این ساختارها میگذره، از میان بردن مافیاها، انحصارها، خصوصی کردن این بخشایی در دستهای دستگاه‌های امنیتی، سپاهی، شبه دولتی وجود دارند، دستگاه‌هایی که
ثروت اونها از 100 میلیارد بالاتر. همین نظیر ستاد اجرایی فرمان امام که ثروتش رو رویترز 95 میلیارد دلار ارزیابی کرد. خب اینها هیچ کدوم پاسخته بازار نیستن، پاسخته دولت و مجلس هم نیستن. در نتیجه در چنین نظامی اقتصاد درست نمیچرخه، رکود و تورم توامن جا میکنن، ضمن اینکه رکوده تورم هم هست، برای اینکه فروشندگانی که در واقع این فروشندگان بزرگ وارد کنندگان تک دست انحصارگر هستن، اینا به کمبود تقاضا توجهی نمی کنن، قیمت ها بالا میمونه. در نتیجه با قیمت های بالا حتی به بیکفایتی خود در اداره اون صنعت هم توجه نمی کنن، برای اینکه در رقابت اگر یه شرکتی بیکفایت باشه ورشکسته میشه. در اینکه در شرایط انحصار شرکتی که بیکفایت باشه چون قیمت بالاست ضرر هم نمیکنه، همینجا میمونه. به این ترتیب دولت در واقع وقتی اعلام کرد که نیاز به برجام دو داریم، یعنی رهبری باید توافق بکنن با دولت که ایشون در ساختار این مافیاها و این انحصارها دست ببرن. چنین توافقی حاصل نشده و چنین اجازه‌ای به دولت داده نشده، بلکه به دولت فقط تو دهنی زدن که صحبت برجام دو سه وجود نداره. در نش دولت هم که قصدی جز اجرای منویات ایشون نداره، همینطوری با بیعملی روزگار میگذرونه، یواش یواش کارهایی در اونجا انجام میدن، ولی هیچ کدوم به ریشه دردهای اقتصادی ایران نمیرسه. ممنونم آقای دکتر. با توجه به اینکه یکی از تخصص های شما نفت است، بفرمایید که چشمانداز بازار نفت چگونه است و درآمدهای ایران چگونه در شرایط فعلی؟ عرض بکنم که قربون، بازار نفت و انرژی در طی این 5-6 سال گذشته تحولات جدی پیدا کرده. من خاطر شریفتون از حدود 4 یا 5 سال پیش 3 مطلب نوشتم در این زمینه، از جمله عنوان یکی این بود که قیمت بهینه، قیمت مطلوب نفت چه مقدار باید باشه. برای اینکه قیمت شده بود در حدود 120 دلار برای هر بشکه و دولت احمدی نژاد هم به این مینازید و این رو ثمره سرکشی های خودش میدونست و بهشون هم سود داشت، برای که دستشون رو پر پول کرده بود، هر کاری میتونستن بکنن بدون حساب دادن به ملت. این همه درآمد رو گرفتن، کجا هزینه کردن؟ این بود که چپ و راست پول هزینه میکردن به خارجی ها، به عرض کنم در داخل به خودی ها، در خارج به خودی های به عرض کنم خارجی هایی که اینا خودی میدونن، نظیر حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و سوریه و یمن، اینا دستشون باز. خب اون روز من نگران این بودم که وقتی هزینه تولید یه بشک نفت اضافی امروز 75 دلاره و قیمت بازار 110 دلاره، خب انگیزه بسیار نیرومندی وجود داره برای سرمایه گذاری کردن روی نفت. آمریکا هم که جامعه بسیار بسیار متحول و تکنیکی و علمی است و جای سرمایه است، وقتی چنین انگیزه ای باشه سرمایه گذاری انجام خواهد گرفت. در چه طی 1-2 سال در آمریکا و کانادا، در آمریکا متوسط سالانه 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری رو نفت انجام گرفت، همینطور در کانادا. نتیجه این سرمایه گذاری بزرگ ایجاد یک بریکثرو، یعنی یک انقلاب علمی فنی در این زمینه شد. نفت شیل که تا دیروز بسیار اندک مورد استفاده بود، با پیشرفت تکنیک های جدید به شدت رو آمد و در کانادا و آمریکا تولید رو روزانه به چند میلیون بشکه رسوند، تا جایی که آمریکا در کوتاه مدت شد صادرکننده نفت شیل. در مورد گاز، کانادا در واقع پیشرو این مسئله شد، به این معنی که قیمت گاز طبیعی در کانادا ارزان‌ترین در تمام جهان، یعنی برای هر 1 میلیون BTU
که واحد سنجش گرمایی انرژی 1,000,000 BTU، قیمتش در کانادا حدود 2 دلار، در حالی که در ژاپن حدود 10 دلار، در آمریکا هم 2.6 دلار. این نشان از تحول بسیار جدی علم و فن در اون بحث‌گرام جامعه ها میکرد. تا جایی که قیمت یه بشک نفت اضافی یعنی نفت مارجینال از 75 دلار به 60 دلار رسید. در میدان های دکوتای شمالی ما قیمت های پایین تر از اون رو هم داشتیم، ولی به طور متوسط به حدود 60 دلار رسید. وقتی قیمت اونجا این چنین هم تولید فزونی گرفته، در نتیجه قیمت ها به شدت سقوط کرد تا به 21 دلار رسید برای هر بشکه. خب اینجا یه تعارضی وجود داره، باید توضیح داده بشه چگونه هست که وقتی قیمت مارجینال نفت 60، قیمت بازار به 20 دلار هم میفته. بازار نفت یه ویژگی داره و اون اینی که این رو میگیم کشش ناپذیره، یعنی تقاضا در برابر قیمت کشش ناپذیره. به این معنی است که اگر 1% از مقدار تولید کم بشود وقتی که بازار همینطوری در حال تعادله، در اون صورت و جای تولید زیادی هم نیست، اگر 1% کم بشود قیمت 1% بالا نمیره، قیمت در حدود 10-15% بالا میره. همینطور اگر 1% اضافه تولید پدید بیاد، قیمت در حدود 10-15% افت میکنه. همین نمونه اخیری رو که اوپک فقط صحبتش کرد که ما میخواییم تولیدمون رو کم بکنیم، قیمت بازاری نفت از 42 دلار به 51 دلار جهید، یعنی حدود 15% بالا رفت. به این ترتیب وقتی در بازار حدود 2-3% اضافه محصول وجود داره، قیمت میتونه به شدت به زیر هزینه تولید حرکت بکنه. عوامل دیگری هم وجود داره، وارد اونها نمیشم برای اینکه سردرد ندم برای شنوندگان و بینندگان عزیز، ولی بازار انرژی به طور کلی در چند کلام این رو خلاصه کنم خدمتتون. ببینید امروز در بازار انرژی جهان در حدود 300 میلیون بشکه معادل انرژتیک نفتی هر روز مصرف میشه. یعنی اگر شما انرژی هیدرولیک رو، انرژی گاز رو، انرژی خورشیدی رو، انرژی بیونیک رو هم انرژیشون رو تبدیل کنید به و معادل یه بشک نفت رو، این میشه 300 میلیون بشک در روز انرژی مصرف میشه بشکه نفتی. از این 300 میلیون بشکه 1/3 نفته، یعنی روزانه 96-97 میلیون بشکه نفت مصرف می شود. از این 96-97 میلیون بشکه 33 میلیون بشکشو اوپک تولید می کنه و از این 33 میلیون بشکه جمهوری اسلامی 2.5 میلیون بشکه تولید می کنه. خب حالا صحبت بر سر این است که بازار در حالت اشباست و اقلا برای 1-2 سال آینده هم این حالت اشباه دیده می شود. در نتیجه اگر تولید کاهش پیدا نکنه، قیمت همینطوری پایین خواهد. اونایی که پراکنده هستند، یعنی غیر اوپکی ها، اینا هر کدوم از کشور تولید خودش میکنه، اینا قصد پایین آوردن هم ندارن، دلیل هم برای چنین چیزی وجود نداره. اوپک که به عنوان یک سازمان منسجم داره کار میکنه، اونا میتونن تصمیم بگیرن مقدار نفت رو کم بکنن. هنوز بعد از این همه کشاکش به علت اختلافات که بین ایران و عربستان سعودی وجود داره، توافق نشده است که حدود روزانه حدود 1 میلیون بشکه پایین بیارن. یعنی از 33,650,000 بشکه در روز بیارن به 32.5. چنین توافقی نشده، ولی خب ناگزیرن که به چنین توافقی برسند. و عربستان سعودی با اشاراتی گفتند که در حدود روزانه 700,000 بشکه، 750,000 بشکه خودشون و شرکای قطری و دیگرانشون کم میکنن، به شرطی که جمهوری اسلامی هم در همین جای کس منجمد بکنه. هنوز کشاکش وجود داره، ولی به هر صورت هنوز تا
ماه نوامبر، جزه ماه نوامبر نتیجه معلوم نیست، ولی اگر چنین توافقی حاصل نشود قیمت نفت پایین خواهد رفت. این برای کوتاه مدت. برای دراز مدت، دراز مدت 10 سال و 15 سال، به نظر می رسد با روندهایی که در بازار دیده می شود، اولا نفت دیگر هیچ وقت به حالت 100 دلار از دنفا نخواهد رسید. نوسان بین 45 و 55 خواهد بود برای امسال، سال آینده. و بعد در 10 سال آینده انرژی خورشیدی حمله شدیدی به بازار نفت خواهد کرد، قیمت ها رو یک ضرب دیگر به پایین خواهد برد. در 15 سال دیگر انرژی هیدرولیک، انرژی بادی هم با پیشرفت تکنولوژی که انجام میگیره، شما امروز سهام شرکت های انرژی بادی و انرژی خورشیدی رو ببینید، اینا مرتب بالا میرن. یعنی بازار منتظر این است که این تکنولوژی ها جای انرژی نفتی رو در بازار بگیرن، و افقی که برای این پیشبینی پذیر است حدود 10 سال برای انرژی خورشیدی است، حدود 15 سال برای عرض کنم انرژی بادی است. به این ترتیب آینده نفت که همیشه در بازار خواهد بود تا زمان به پایان رسیدن میادین و ذخیره ها و مخازن، ولی به عنوان یک قلم از انواع دیگر انرژی و در حدود قدرت خرید امروزی در حدود 40-50، ولی اگر اون انرژی ها به بازار به صورت ضربتی حمله کنند، احتمال اینکه قیمت تا حدود 30 و 20 دلار هم افت کنه در آینده میان مدت، این احتمال بعیدی نیست. خیلی ممنون آقای دکتر. ما 2-3 دقیقه وقت داریم. یه خبری خواندم مبنی بر این که روستاها در ایران با سرعت زیادی دارن محو میشن. 4000 روستای کشور خالی از سکنه شدند. دلیلش چیه اینا؟ مشکل آب جناب موریانی یکی مسائل اساسی است. ممکنه مسائل نوعی دیگری هم وجود داشته باشه، ولی مشکل آب یه مشکل اساسی است. کمبود آب در خیلی از نقاط ایران رو کرده، در نتیجه دولت دستگاه نیازمند اقدامات بسیار جدی است، و خطرهایی که پیش بینی می شود از سوی از کنم صاحب نظران در ایران این است که برای 20 سال آینده ایران ممکنه دچار یک دیپاپولیشن، جمعیت زدایی بشه، یعنی 1/3 جمعیت ایران باید جلای وطن بکنن یا از تشنگی و گرسنگی بمیرن، برای اینکه آب به طور کلی داره نایاب میشه. برای این باید اقدامهای جدی در اونجا انجام بگیره که فعلا از کنم نشانی از اون دیده نمیشه. بسیار بسیار سپاسگزارم آقای دکتر منصور. اجازه بدید باز هم در آینده نزدیک مزاحمتون بشیم. خیلی ممنون و موفق باشید، و با سپاس از همیهنانی که به این برنامه ها توجه دارند، و با سپاس از آقای بهروز مشکین فام مشکین یار ببخشید. شب و روز همگی خوش.